سرخط خبرها و مهمترین ها. طالبان: دکتران پس از این حق نسخه نویسی شیفری برای دواخانه ها را ندارند. دانشجویان دختر در لیلیه دانشگاه کابل مسموم شدند. و نابودی طالبان عملا رقم خورد. مشروع خبرها: وزارت صحت عامه طالبان تصمیم گرفته است که پس از این هیچ دکتر اجازه ندارد بر اساس روابط با دواخانه ها نسخه شفری بنویسند. با گزارش اسپوتنیک، وزارت صحت عامه حکومت طالبان فیصله کرده است که از این پس هیچ دکتر اجازه ندارد تا نسخه شفری مخصوص یک دواخانه مشخص غیر اصولی و غیر قانونی بنویسد. این وزارتخانه میگوید که این فیصله برای تطبیق قوانین و اصول صحیح گرفته شده است. با گفته این وزارت، در این مورد به زودی به صورت مکتوب، یعنی مکتوب رسمی، تمام اداره ها آگاه خواهند شد. این تصمیم وزارت صحت عامه طالبان در حال است که افغان ها شکایت دارند دکتران با توجه به رابطهشان با دواخانه ها نسخه های شفری می نویسند. دانشجویان دختر در لیلیه دانشگاه کابل مسموم شدند. منبع در لیلیه دانشگاه کابل تایید میکند دانشجویان دختر که قصد داشتند امروز تظاهرات برگزار کنند دچار مسمومیت غذایی شدند. این منبع که خواست هویتش فاش نشود، روز یک شنبه دهم میزان به روزنامه اطلاعات روز گفت که غذای شب لیلیه دانشجویان دختر را مسموم کردند. به گفته منبع، برخی از دانشجویان راهی شفاخانه شدند. درباره وضعیت سی دختران اطلاعات بیشتر در دست نیست. منبع میگوید ممکن است که دانشجویان دختر به دستور طالبان مسموم شده باشند، چرا کانون قصد داشتند امروز تظاهرات برگزار کنند. شماری از دانشجویان دختر دانشگاه تعلیم تربیه کابل دیروز نیز در اعتراض به حمله به آموزشگاه کاچ در غرب کابل تظاهرات کرده بودند. همچنین گروهی از دختران در جاده شهید مزاری دست به اعتراض زدند، اما اعتراض زنان از سوی طالبان سرکوب شد. طالبان صبح امروز اعتراض دانشجویان دختر در دانشگاه ایراد را با شلیک‌های هوایی پراگنده کردند. دستگیری مردانی که در راهپیمایی امروز ایراد شرکت کرده بودند. منابع محلی از دستگیری مردانی که در راهپیمایی ایراد شرکت کرده بودند از سوی جنگجویان گروه طالبان خبر دادند. منابع از ایراد میگویند که جنگجویان گروه طالبان شماری از مردان را دستگیر کردند که دانشجویان دختر را در راهپیمایی در برابر نسل‌کشی هزاره‌ها همراهی میکردند. هنوز از شمار افراد بازداشت شده و هویت آنها اطلاعات در دست نیست. در همین حال خبرنگاران میگویند که جنگجویان گروه طالبان نگذاشتند تظاهرات را پوشش دهند. منبع از دانشگاه ایراد گفته است که جنگجویان گروه طالبان در آغاز تظاهرات دانشجویان دانشکده زبان ادبیات را داخل صنف‌ها قفل کردند تا نتوانند در راهپیمایی شرکت کنند. شورای جهانی هزاره: حمله بر کاچ مصداق روشن تداوم نسل‌کشی هزاره هاست. در ادامه واکنش‌ها به حمله بر مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل، شورای جهانی هزاره گفته است که این حمله مصداق روشن دیگر برای اثبات تداوم نسل‌کشی هزاره هاست. به نقل از روزنامه 8 صبح، این شورا در واکنش به آنچه که ادامه نسل‌کشی هزاره های عنوان می‌کند، قرار از هفته آینده 8 اکتبر برابر با 15 میزان اعتراضات سراسری را در کشورهای مختلف راه‌اندازی کند. شورای جهانی هزاره از نهادها و سازمانهای حقوق بشری و مردم در داخل و خارج از افغانستان برای اشتراک در این اعتراضات درخواست کرده است. در همین حال در ادامه واکنش ها شماری از آوازخوانان افغان نیز حمله بر کاج را محکوم کرده و آن را نسل‌کشی هزاره ها خواندند. فرهاد دریا از آوازخوانان مشهور افغانستان در یادداشت درخواست یک هفته ماتم ملی کرده است. طبق آمارهای جدید، در حمله بر آموزشگاه کاج در غرب کابل دست کم بیش از 140 تن کشته و زخمی شدند. آلمان نسبت به احتمال جنگ هسته‌ای هشدار داد. سارا واگنکنشت، نماینده پارلمان آلمان، دولت آلمان را به طولانی کردن رویارویی در اوکراین متهم کرد. به گزارش اسپوتنیک، به نقل از روزنامه آلمانی یونگ ولت، این نماینده پارلمان تاکید کرد حزب سوسیال دموکرات ما را به درگیری میکشاند که میتواند به یک فاجعه هسته‌ای ختم شود.
تنها دیپلماسی از تجدید بیشتر تنش جلوگیری میکند. به نظر او جنگ اقتصادی را اندازی شده علیه روسیه کمک نمیکند، بلکه برعکس مانع حل و فصل بحران میشود. واگنگنش گفت تحریم های اقتصادی بیشتر از مسکو به ما آسیب میرساند و از سود بی سابقه برای گازپروم به همراه دارد. علاوه بر این اقدامات به نفع منافع واشنگتن است. گفتنی از روسیه بامداد روز 24 فوریه با صدور فرمان پوتین عملیات ویژه نظامی خود را برای غیر نظامی کردن اوکراین آغاز کرد. رئیس جمهور روسیه هدف این عملیات را حمایت از افرادی که به مدت 8 سال مورد قلدری و نسل‌کشی رژیم کیف قرار گرفتند توصیف کرد. همه پرسی برای الحاق مناطق دونتسک، لوهانس، خرسون، زاپورژیا و روسیه 23 تا 27 سپتامبر برگزار شد. بر اساس نتایج شمارش 100% آرا در دونتسک، 92.23% در لوهانسک، 98.42% در منطقه خرسون و در منطقه خرسون 87.5% و در منطقه زاپورژیا 93.11% رای دهندگان به الحاق این مناطق به روسیه رای آرا دادند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته گفت که روسیه از تصمیمی که توسط باشندگان مناطق دونباس، زاپوروژیا و خرسون اتخاذ خواهد شد حمایت خواهد کرد. تصویب معاهدات برای سرزمین‌های جدید در دومای روسیه. ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روسیه گفت که دوما روز دوشنبه پیشنویس قانون اساسی و تصویب معاهدات برای مناطق جدید را بررسی خواهد کرد. به گزارش اسپوتنیک در احکامی که در سایت دادگاه قانون اساسی روسیه منتشر شده است آمده است که دادگاه معاهدات مربوط به پذیرش جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک به روسیه و همچنین مناطق زاپوریا و خرسون را مطابق با قانون اساسی فدراسیون روسیه به رسمیت شناخته است. این سیاستمدار در مصاحبه با پال زاروبین در برنامه مسکو کرملین پوتین گفت روز دوشنبه ما اصلاحات در قوانین اساسی و همچنین تصویب معاهدات بین‌المللی را بررسی خواهیم کرد. هیئت پارلمانی آلمان وارد تایوان شد. هیئت از نمایندگان پارلمان آلمان وارد تایوان شد. ریاست این هیئت را کلاوس پیتر ولش رئیس گروه پارلمانی مسئول روابط با تایوان بر عهده دارد. با گزارش اسپوتنیک وزارت خارجه تایوان اعلام کرد که نهایت صبح روز یکشنبه وارد تایپه شد که اولین دیدار نمایندگان بوندستاگ از این جزیره از زمان آغاز شیوع کووید 19 است. این وزارتخانه با نشر بیانیه در صفحه رسمی تویتر خود اعلام کرد یودالی معاون وزیر خارجه تایوان به گرمی از اولین هیئت آلمان پس از شیوع بیماری همگیر استقبال کرد. طبق بیانیه وزارت خارجه تایوان برای هیئت به ریاست کلاوس پیتر ولش یک بازی پربار آرزو کرده است. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار و مددگار همه شما.